سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای دیدار با سرگئی لاوروف در مسکو از این منظر چه اهمیتی دارد؟ That I would say is a slightly different avenue. این مسیر کمی متفاوتی است که سیاستگزاران روس در برابر ایران طی می‌کنند. لاوروف پیشنهاد حذف تدریجی تحریم‌ها در برابر همکاری تدریجی ایران با جامعه جهانی را پیشنهاد کرده است. روسیه نمی‌تواند بیش از این در انتظار بازگشت ایران به میز مذاکره باشد. مقام‌های رسمی مسکو فکر می‌کردند چنان موضع قوی در برابر ایران داشتند که بتوانند میانجیگر اصلی مذاکرات هسته‌ای باشند. آنها از رفتار چند سال گذشته ایران به شدت ناراحت و ناامیدند و فکر می‌کنند ابتکار عمل را از دست دادند. حال پیشنهاد دیگری ارائه کردند و واقعا امیدوارند از آن چیزی به دست بیاورند. So now they have yet another proposal on the table and they really look forward to getting something out of this visit. لاوروف شخصا در میان مدودیف و پوتین چه نقشی بازی می‌کند؟ لاوروف نقشی معتدل بازی می‌کند، اما در نهایت آنچه که تصمیم پوتین باشد را انجام خواهد داد، نه آنچه مدودیف بخواهد. اما از آنجا که تلاش‌های چند سال گذشته لاوروف در برابر ایران نتیجه بخش نبوده، به عنوان یک دیپلمات با سابقه می‌کوشد به شکلی مذاکرات با ایران را راه بیندازد. شما تا پاییز 99 تا بهار 2002 در ایران فعال بودید. حضور روس‌ها در ایران چه ابعادی دارد؟ As a matter of fact, Bushehr plant has been the biggest Russian-Iranian project. نیروگاه بوشهر بزرگترین پروژه روس‌ها در ایران طی بیش از یک دهه گذشته بوده است. زمانی پروژه اهمیت بسیاری برای مسکو داشت، اما طی سال‌های اخیر و با ثروتمند شدن روسیه اهمیت گذشته‌اش را برای مسکو از دست داد. به هر حال از آن زمان تا کنون هیچ پروژه عمده جدیدی میان دو کشور شکل نگرفته است. انتظار می‌رفت روابط دو کشور گسترش بیابد، اما در واقع روابط بسیار محدود و شامل صادرات و واردات کالاهای ابتدایی، فرآورده‌های نفتی، الوار روسی، پسته، فرش، گوجه فرنگی و نظایر آن بوده است. پتانسیل روابط تجاری میان دو کشور به هیچ عنوان به کار گرفته نشده است. آیا سطحی از فساد را در روابط دو کشور دیده اید؟ قطعاً. پروژه های کوچک و متوسطی میان دو کشور وجود دارد. من شخصاً در پروژه های عمرانی به عنوان وکیل و مذاکره کننده مشارکت داشتم. شرکت هایی هستند که علاقمندند در ایران فعالیت کنند، اما به نظر می رسد فساد بزرگترین مانع بر سر همکاری های بیشتر دو کشور است. البته از سوی دیگر فساد هر دو کشور را به هم نزدیک هم کرده است، زیرا هر دو کشور به شدت فاسدند. فساد هم در روسیه و هم در ایران نهادینه شده است و من شخصا آن را تجربه کردم. این امری بدی برای مذاکره کنندگان روس و ایرانی نیست. بی‌اعتمادی میان ایران و روسیه در چه سطحی است؟ سطح عدم اعتماد به شدت بالاست. از یک سو میتوان دید که فرصت‌های پرمنفعت میان دو کشور وجود دارد. از سوی هم سوء تفاهم عجیبی در تمام سطوح میان دو کشور وجود دارد. چه در سطح دولتی، چه غیر دولتی و چه در سطح عمومی. در روسیه درک اندکی از ایران نوین وجود دارد. در افکار عمومی نسبت به ایران گونه‌ای بی‌تفاوتی دیده می‌شود. رویکرد عمومی نسبت به ایران خونسا یا منفی است. And general attitude is either neutral or negative. نگاهی داشته باشیم به روابط تجاری ایران و روسیه. این دو کشور در فاصله سال 2006 تا امروز، تا ژانویه در واقع 2011. نکته که در روابط دو کشور مهمه که ایران 29مین شریک تجاری روسیه است، 26مین در صادرات و 61مین در واردات. اگر نگاهی بکنیم به صادرات ایران به روسیه از 2006 تا امروز، در واقع اون چه که می‌بینیم هست که صادرات روسیه به ایران، از می‌خوام تقریبا از 1 میلیارد و 905
5 میلیون دلار در سال 2006، این رقم در 2007 به 2 میلیارد و 965، 2008 این رقم میره در واقع به 3 میلیارد و 289 و در سال 2009 برمیگرده به 2 میلیارد و 846، سال 2010 باز دوباره این رقم به 3 میلیارد و 379 3 میلیارد و 380 تقریبا و برمیگرده اضافه میشه و در 4 ماهه اول در واقع ژانویه میشه گفتش که سال 2010 در ماه نخست سال 2010 این رقم 226 میلیون دلاره، در ژانویه 2011 298 میلیون دلار. اگر به صادرات ایران به روسیه نگاه کنیم، نکته جالب دیگری رو می‌بینیم، اون که در واقع در این فاصله، در فاصله سال 2006 تا 2011 رقم صادرات ایران به روسیه از 239 تقریبا 240 میلیون دلار در سال 2006 به 2007 این رقم به 350 میلیون دلار میرسه، به سال بعد 2008 به 400 تقریبا 2 میلیون دلار، 2009 بعد کاهش پیدا میکنه به 213 میلیون دلار تقلیل پیدا میکنه و بعد در واقع 2010 رو خواهیم دید که در سال 2010 این رقم میشه 271.2 میلیون دلار. در ژانویه 2010 این رقم در صادرات ایران به روسیه به 20 میلیون در واقع تقلیل پیدا کرده، ژانویه 2011 این رقم 28 میلیون دلار هستش. آقای بلهری، علت عدم گسترش روابط تجاری ایران و روسیه چه هست؟ در نظرسنجی هم که ما در صفحه فیسبوک افق کردیم، ایده عدم اعتماد بین دو کشور رو ازش صحبت کردن، شما چطور تحلیل میکنید؟ من فکر میکنم که سطح نازل کالاهای روسی، به هر حال روسیه طی 20 سالی که از فروپاشی اتحاد شوروی میگذره نتونسته هنوز به عنوان یک قطب صنعتی در مقایسه با کشورهای اروپای غربی و آمریکا مطرح بشه. یکی از دلایل میتونه این باشه، چون به هر حال اون کالاهای مورد نیاز ایران رو نداره و بعد هم بحث تحریم هم به نوبه خودش هم مطرح هست. به هر حال روسا مراقب این هستن که کالاهایی رو یا موادی رو به ایران تحویل ندن که در صنایعی که مشکوک هست یا محل تردید هستش استفاده نشه و به این ترتیب مشکلی با شرکای غربی خودشون پیدا نکنن. در حوزه نفت و گاز هم به نظر میاد روسیه میتونه کمک بزرگی باشه، ولی هیچ کمکی نکرده به ایران. درسته، همینطوره. و نکته که برای من جالبه این که در مصاحبه‌هایی که شما با شخصیت‌های روس داشتی، در واقع کسایی که به شکل تعیین کننده سیاست خارجی روسیه بودن، در نگاه سیاسی اونها، نگاه استراتژیک اونها، ایران چگونه تصویر میشه، چگونه تعریف میشه در نگاه اونها؟ خب موقعی که من مصاحبه میکردم، به حال یه دور زمانی گذشته، در اون زمان خب آقای پوتین رئیس جمهور بود و از ایران به عنوان شریک استراتژیک نام می‌برد، اما الان این اصطلاح کمتر و کمتر استفاده میشه و حتی می‌بینیم که به طور مثال ایران به صورت عضو دائمی سازمان همکاری‌های شانگهای در نمیاد، سازمانی که به حال ایران سال‌هاست دنبال این که به عنوان عضو ناظر، از عضو ناظر به عضو دائم تبدیل بشه. در اون زمان به حال نگاه روس‌ها به ایران بهتر بود به نظر من، ولی الان شاید به عنوان یک کشوری که براشون دردسر ایجاد کرده شاید نگاه میکنن، به خاطر به خصوص برنامه هسته‌ای، چون راست یا نادرست روسیه به عنوان یک شریک ایران در برنامه هسته‌ای ایران شناخته میشه و روسا همونطور که تحلیلگر روسی هم اشاره کرد به درستی، نگران این موضوع هستند که ناراحتن از سیاست‌های ایران طی یک دهه، طی سال‌های اخیر. شما اعتقاد دارین که در واقع ارزش همونطور که صحبت شد در برنامه، جایگاه نیروگاه بوشهر برای روسیه اون جایگاه سابقه نداره با توجه به وضعیت خوب اقتصادی امروز روسیه؟ کوتاه اگه بفهم. بله، من خاطرم هست یه دفعه با یکی از سفیران روسیه مصاحبه داشتم، در همون سالهای ابتدایی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود، شاید 3-4 سال که گذشته بود، او جمله جالبی رو گفت، گفتش که میزان خریدهایی که ایران کرده یا همکاری‌های اقتصادی ایران از کل کمک‌های غرب به ما بیشتره. حالا نمی‌دونم واقعا درست گفت یا نه، یا تعارف بود یا نه، ولی به هر حال چنین جمله‌ای رو گفت. ایران خب 3 زیردریایی از روسیه خرید، قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر رو امضا کرد. خب در اون زمان که روسیه دچار بحران اقتصادی گسترده‌ای بود و خب حکومت مرکزی نابسامانی هم داشت، این پول هنگفتی بود و میتونست کمک بکنه. در این حال در اون زمان دیدگاه نگاه به شرق در مسکو حاکم بود که یکی از طراحانش یفگنی پریماکوف بود که مدتی وزیر خارجه روسیه بود و بعدا هم نخست وزیر شد در زمان یلسین. خانه‌خواهی تاثیر میذاشت در نوع نگرش مسکو به ایران، اما خب از اون بعد این نگرش به نوعی تغییر کرده. خب اگه اجازه بدید بخش دیگری از گفتگو با ویاچسلاو ماتوزوف رو ببینیم، از ایشون درباره علت عدم توسعه روابط
روابط تجاری و اقتصادی ایران و مسکو فراتر از بوشهر سوال کردن. Yes, I think that there is no other serious درست است. هیچ نقطه جدی دیگری جز راکتور بوشهر نیست که ایران و روسیه را بر سر منافع مشترکشان با هم متحد کنه. نیروگاه بوشهر تنها پروژه بسیار مهمی است که از منظر سیاسی، استراتژیک و تکنولوژیک دو کشور را به هم نزدیک می‌کنه. نیروگاه بوشهر همچنین بخشی از رویکرد مشترک آمریکا و روسیه در قبال ایرانه. روسیه و آمریکا بر سر عدم گسترش جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر کامل دارند و بی تردید بر این اتفاق نظر خواهند ماند. روسیه در این باره در قبال ایران به آمریکا اطمینان داده. نگاه و رویکرد مسکو در قبال ایران آنجایی با واشنگتن متفاوت می شود که ما معتقدیم ایران در پی تولید جنگ افزار هسته‌ای نیست. فدراسیون روسیه سازوکار اطلاعاتی و امنیتی خودش رو داره. نیکولای پاتروشوف خود دست پرورده سیستم اطلاعات و امنیت روسیه است. مسکو اطلاعات کافی درباره برنامه هسته‌ای ایران در دسترس و در اختیار داره و وقتی میگوید شواهدی از برنامه جنگ افزار هسته‌ای در ایران نمی‌بیند، بر مبنای قرائن حرف می‌زند. آمریکا ممکن است اطلاعات دیگری داشته باشد. اسرائیل نیز همینطور. اما فکر نمی‌کنم روسیه درباره چنین مسئله حساسی در همسایگیش تحت تأثیر مواضع دیگر کشورها قرار بگیرد و به اطلاعات به دست آمده از آنها تکیه کند. غنی‌سازی اورانیوم بر طبق پیمان NPT منع نشده. مسکو به یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتماد داره و گزارش‌های آژانس هیچ کدام وجود برنامه هسته‌ای نظامی رو در ایران تأکید نمی‌کنه. البته آژانس تردیدهایی نسبت به فعالیت‌های ایران دارد که موضع مشترک روسیه و آمریکا در آن باره این است که ایران باید در جهت رفع این ابهامات گام بردارد. هر آن آژانس وجود برنامه نظامی هسته‌ای را در ایران تأکید کند، مسکو بلافاصله به تلاش‌های بین‌المللی برای توقف آن خواهد پیوست. روسیه در سیاست جهانی خود به عنوان یک قدرت عضو شورای امنیت اولویت‌هایی دارد. نخستین اولویت روسیه روابط با شریک اصلیش در جهان ایالات متحده آمریکا است. این به این معنا نیست که روسیه منافعش در دیگر نقاط جهان از جمله خاورمیانه، شرق دور، آفریقا یا اتحادیه اروپا را جدی نمی‌گیرد. ایران نیز در این میان جایگاه خودش رو داره. البته به هر شکل روابط آمریکا و روسیه بر جهتگیری سیاست روسیه در قبال ایران تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم میگذاره. پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی روسیه انعکاسی است از عدم تمایل مسکو به تخریب روابطش با واشنگتن. اما روسیه همواره کوشیده است این موضع‌گیری‌ها در راستای احترام به تمامیت ارضی و استقلال ایران اتخاذ بشه. Absolutely clear, as the United States of America has in this region of the world. آقای بولهری، ببینیم نظر شما رو در این باره که آیا سایه آمریکا کماکان سنگینی میکنه بر این رابطه ایران و روسیه، با توجه به اینکه وقتی به تولید ناخالص داخلی این کشور، این سه کشور به ویژه نگاه میکنیم، ایران رقم 838 میلیارد دلار هست، روسیه 2812 میلیارد دلار و وقتی به آمریکا میرسیم صحبت 14582 میلیارد دلار رو در واقع در تولید ناخالص داخلی این سه کشور میبینیم. کاملا درسته، موافقم با حرف شما. البته این رو هم باید در نظر داشته باشید، این یک طرف ماجراست، یعنی روسیه به هر حال وقتی میاد سبک سنگین میکنه، طرف آمریکا رو خواهد گرفت در خیلی از موارد. اما به هر حال روسیه و یه سری از استراتژیست های روسیه از اون چیزی که نفوذ آمریکا در قفقاز و آسیای مرکزی مینامند نگرانند و به همین خاطر سعی میکنن که به هر حال به نوعی همیشه با ایران رابطه خوب و گرمی رو نشون بدن که دارن تا بتونن به هر حال یک موازنه ای رو در منطقه حفظ بکنن. تشکر میکنم از شما آقای روزبه بولهری برای شرکت در این برنامه افق. فردا و پس فردا مهمان و میزبان شما در واقع سیاوش سعادتیان خواهد بود. تا دوشنبه و افق دیگر.